یکی از مهمترین کارهایی که در داخل فتوشاپ میکنین این هستش که بتونین به راحتی عکساتون رو ببینین دیدن عکس ها یکی از کارهایی هستش که روش های خیلی مختلفی داره در داخل فتوشاپ وقتی که شما دو تا عکس رو در داخل فتوشاپ باز میکنین یکی از اولین کارهایی که میخواین بکنین این هستش که بتونین اون عکس ها رو با دقت ببینینش فرض بکنین که من میخوام از داخل این پنجره دو عکس رو باز بکنم کافی هستش که بیام مثلا این دو عکس رو انتخاب بکنم اینها رو بکشم بیارم در داخل پنجره فتوشاپ رها بکنم این هم یک روشی برای باز کردن عکس ها در داخل فتوشاپ هستش خب وقتی که من این عکس رو باز میکنم مثلا میخوام این عکس رو از نزدیک ببینم در این قسمتش رو و ببینم که مثلا شارپنسش خوب هستش عکس وضوح خوب داره یا نه برای اینکه بخوایم یک عکسی رو از نزدیک ببینیم یک ابزار خیلی خوب برای بزرگ نمایی داریم یعنی در واقع عکس رو میاره جلو برای ما اون ابزار ابزار زوم هستش میبینین در اینجا یک ابزار ذره بینه و اسمش هم ابزار زومه و همونطور که میبینین با حرف زد هم فعال میشه یعنی شما میتونید حرف زد رو, روی کیبوردتون فشار بدین تا این ابزار انتخاب بشه من این ابزار رو انتخاب میکنم و میام در اینجا روی تصویر کلیک میکنم میبینید وقتی که شما دارین روی تصویر کلیک میکنین تصویر داره جلو میادش یعنی شما میتونید تصویر رو از جلوتر ببینید گاهی ممکن استش که شما خیلی زیاد روی یک تصویری کلیک بکنید و به این شکل میبینید که تصویر تقریبا دیگه بافتش داره اصلا باز میشه یعنی شما اون رو دارین انقدر نزدیک میبینید که دیگه متوجه نمیشین کجای عکس رو دارین نگاه میکنید اینجور وقتا ها ممکنه که شما بخواین عکس رو ببرین عقب یعنی عکس رو از دورتر ببینید برای اینکه بخواین عکس رو ببرین عقب میتونید از نوار تنظیمات یعنی از اینجا به جای این ابزار بزرگ نمایی که یک علامت به اضافه روش هستش ابزار کوچک نمایی رو بردارین این ابزار اسمش ابزار زوم آوت هم هست حالا با این ابزار میتونین روی تصویر کلیک بکنین و میبینین که اون تصویر میره عقبتر و شما اون رو از دورتر میبینین گاهی اوقات هم ممکنه که شما اون رو از خیلی دور ببینین مثل این و خب حالا لازم هستش که دوباره اون رو برگردونین به حالت اولیش با حالت بزرگتر اما اگر که میخواین یک تصویر رو مثلا اینطوری بردین دور و میخواین اون رو دوباره بیارنش نزدیک لازم نیستش که حتما این ابزار رو بردارین و روش دوباره چندین بار کلیک بکنین در داخل نوار تنظیمات ابزار زوم دو تا دکمه میبینیم دکمه فیت اسکرین و دکمه فیل سکرین با کلیک کردن روی هر کدوم از اینا یک اتفاقی میافته ببینیم با کلیک کردن روی فیل اسکرین یعنی همین گزینه اول تصویر شما اونقدر بزرگ میشه که از کناره ها بچسبه به لبه به این شکل اما میبینین که بالا و پایین رو پر نکرده یعنی به طور کامل این سفر رو پر نکرده این یکی گزینه تقریبا همون کار رو انجام میده گزینه فیل اسکرین به این شکل تصویر اینقدر بزرگ میکنه که شما بتونین این رو در کناره ها هم ببینین کناره های تصویر رو کاملا پر میکنه به این شکل شما میتونین تصویر رو بیاریم و به اندازه این صفحه ای که در اینجا دارین بزرگ نمایش رو بزرگ بکنید تا کاملا اینجا رو بپوشونه اما یک میانبار بهتون بگم برای بزرگ کردن و کوچک کردن تصویر اگر که شما داریم با این ابزار بزرگ نمایی کار می‌کنی، یعنی همون ابزار پیشفرز همین ابزاری که یک علامت به اضافه داره و روی تصویر کلیک میکنین تا بزرگ بشه اگر دکمه آلت را نگه دارین بلا فاصله اون ابزار زوم تبدیل به ابزار کوچک نمایی میشه میبینین به صورت زوم آت در میاد و یک علامت منها توی ظاهر میشه الان اگر کلیک بکنم تصویر رو به عقب میبره بنابراین من میتونم به صورت عادی کلیک بکنم تا تصویر بزرگ بشه و با آلت نگه دارم و کلیک بکنم تا تصویر دوباره بره عقب و کوچک بشه البته همچنان شما میتونید از هر دوتا این دکمه ها استفاده بکنیم برای اینکه عکس رو با حالت تمام صفحه در بیارین اما از اونجایی که بزرگ نمایی تصویر و کوچک نمایی تصویر از اون چیزهایی هستش که خیلی در داخل فتوشاپ استفاده داره روش های دیگه ای هم برای این کار وجود داره برای اینکه شما بتونید تصویر رو نزدیک دورتر ببینین میتونید از یک پنل استفاده بکنید. در مورد پنل ها بهتون گفتم که اینها هر کدوم کاربرد جداگونه ای دارن که من بعدا در مورد اون رو براتون توضیح میدم یکی از این پنل ها پنل نویگیتوره که شما میتونید اون رو در داخل منوی ویندو و گزینه نویگیتور پیداش بکنین این گزینه اگر که روش کلیک بکنین یک پنل جدیدی در اینجا ظاهر میشه که البته شما میتونید اون رو بزرگتر هم بکنین به این شیوه و میتونید اون رو دوباره کوچکتر بکنید پنل نویگیتور در اینجا یک صفحه ای رو داره نشون میده یک تصویر کوچکی از این تصویر اصلی ما هستش که این به من کمک میکنه تا من جاهای مختلف تصویری که میخوام زوم بکنم از این نویگیتور استفاده بکنم یعنی چی؟ مثلا فرض بکنیم که در داخل این عکس من میخوام که روی این سنگی که در سمت راست قرار داره زوم بکنم لازم نیستش که حتما روی این چند بار کلیک بکنم میتونم در داخل پنل نویگیتور روی این میله بار در اینجا کلیک بکنم و به سمت راست بکشم میبینین یک کادر قرمز رنگی در اینجا وجود داره که اون کادر قرمز رنگ داره به من میگه که محدوده ای از عکس را که من دارم میبینم دقیقا این قسمت هستش من میتونم این کادر قرمز رنگ رو اینطوری جابجا جا بکنم و بیارم مثلا روی این سنگ و اگر بخوام اون رو جابجا جا بکنم ببرم روی این یکی سنگ و اگر بخوام حتی میتونم اون تیکه ای از جزیره که در این گوش هستش رو اینطوری ببرم روش و نگاه بکنم به این شیوه شما میتونید از پنل نویگیتور برای نگاه کردن به جاهای مختلف تصویر استفاده بکنید. همچنین شما میتونید در اینجا این میل بار رو روش کلیک بکنید به سمت چپ و راست بکشین به این شیوه و تصویر رو خیلی زیاد به سمت جلو یا به سمت عقب زوم بکنید. البته شما میتونید تصویر رو مثلا اگر که من برگردونم به این حالت یعنی به این رو بذارم من فیلش بکنم یا فیتش بکنم فرقی نداره در اینجا اگر بخوایم میتونیم به جای اینکه روی تصویر چند بار کلیک بکنیم در داخل همین پنجره دکمه کنترل رو نگه داریم ببینید ابزار دست که برای جابجا جا کردن این کادر بود وقتی کنترل رو نگه میدارین تبدیل به یک ابزار زوم میشه که هیچ مثبت و منفی نداره دلیلش هم این هستش که شما میتونید اینجا کنترل رو نگه دارین و خودتون اینطوری بکشین و یک محدوده ای رو انتخاب بکنین به محض اینکه این رو رها بکنین بلا فاصله اون محدود زوم میشه و میادش جلو و شما میتونید جاهای مختلف اون رو ببینینش اما نکته که در اینجا وجود داره این هستش که اگر من نخوام از پنل نویگیتور استفاده بکنم برای جابجا جا کردن این محدوده ای که زوم کردم از چی میتونم دیگه استفاده بکنم یک ابزار دیگه ای ما در اینجا داریم ابزار بسیار پرکاربردیه به نام ابزار دست ابزار دست یا هند تول میبینین که با حرف H فعال میشه یعنی اگر من H رو روی کیبوردم فشار بدم یا روی این ابزار کلیک بکنم ابزار دست انتخاب میشه ابزار دست کاری که انجام میدین هستش که این محدوده زوم رو که در اینجا من میتونستم جابجاش بکنم روی خود تصویر اجازه جابجاییش رو من میده یعنی من میتونم کلیک بکنم و بکشم به این شیوه دوباره کلیک بکنم و بکشم به سمت راست به این صورت بنابراین شما از ابزار دست میتونیم برای جابجا کردن محدوده زوم شده توی فتوشاپ استفاده بکنید اگرچه برای جابجا شدن توی قسمت های مختلف تصویر شما میتونید از این میله بارهای کنار هم استفاده بکنید یعنی از این میله بارها میبینید که من روش کلیک میکنم و میکشم اگرچه میتونید از اینا استفاده بکنید ولی بهتر استش از همین ابزار دست انتخاب بکنید خیلی راحته که روی تصویر اینطوری کلیک بکنید و هر جایی که میخواید بکشین به این صورت و بیارین جلو و دوباره نگاه بکنیم و میتونیم مثلا ابزار زوم رو استفاده بکنیم به این شکل و روی تصویر کلیک بکنیم به این صورت و تصویر بیانه جلوتر یا آلت رو نگه دارین و کلیک بکنین و تصویر رو ببینش عقبتر. اما اگر که با فتوشاپ جدید هم دارین کار میکنین یه روش خیلی جالب تری هم وجود داره که من خودم از اون روش استفاده میکنم چون روش قدیمی مثل همین استفاده از ابزار زوم یا استفاده کردن از کنترل به اضافه و کنترل منها روی کیبوردتون یا اینا دیگه خیلی قدیمی شده شما میتونید ابزار زوم رو بردارین دقت بکنین میتونین روی تصویر کلیک بکنین و تصویر رو به سمت اینتر به سمت راست میکشیم یا کلیک میکنم و به سمت چپ میکشم میبینیم به این شکل مثلا الان من ابزار دست رو بردارم این سنگ رو میخوام روش زوم بکنم و بیارم جلو کافی کلیک بکنیم و بکشیم به سمت راست تصویر بزرگ میشه کلیک بکنیم و بکشیم به سمت چپ تصویر کوچیک میشه از این روش میتونیم برای بزرگ و کوچیک کردن نمای تصویر استفاده بکنیم تصویر رو بیاریم جلو ببینیم و دوباره ببرینش عقب